با سلام به بخش خبری تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. عصر روز گذشته یک خودرو در ضلع شمالی اتوبان همت مقابل ساختمان وزارت اطلاعات آتش گرفت. اما نه تنها خبر ابتدایی رسانه ها در این باره به سرعت و یک بار از همه سایت ها و خبرگزاری ها حذف شد، بلکه گزارش های بعدی نیز زد و نقیض بود. به گزارش کلمه، عصر روز سه‌شنبه سایت‌های خبری از اصابت یک دستگاه خودرو به دیوار وزارت اطلاعات خبر دادند که با انفجار و آتش سوزی همراه بوده و به مسدود شدن و ایجاد ترافیک در اتوبان‌های همت و صیاد شیرازی منجر شد. اما ساعتی بعد این خبر که به سرعت در بسیاری از سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها منعکس شده بود، یکباره از خروجی تمامی این رسانه‌ها حذف شد. با فاصله اندکی مسئولانی از سازمان‌های آتش‌نشانی، پلیس راهور و نیروی انتظامی به مصاحبه با رسانه‌ها پرداختند و خبر قبلی را تکذیب کردند. پس از چند روزی که از سر و صدای وجود روغن پالم در محصولات لبنی گذشت، رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به تولید آب معدنی در برخی مکان‌های آلوده هشدار داد. رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت مشکل آب معدنی ها در ایران این است که جاهایی برای تولید آب معدنی اجاره داده شده است که نزدیک به منابع آلوده کننده هستند. بنابراین در این زمینه باید سخت گیری کنیم. در خبری دیگر هم موضوع سمی بودن چای های وارداتی از هند بر سر زبان ها افتاده است. IENS بزرگترین پایگاه خبری مستقل هند اعلام کرد چایهای موجود در بازار هند و چایهای صادراتی این کشور به ایران و برخی کشورها دارای باقیمانده سموم آفتکش هستند. با نوشته IENS برندهای برجسته چای هند که در بازارهای داخلی و خارجی عرضه شده است دارای باقیمانده سموم آفتکش هستند. سازمان محیط زیست ایران میگوید قاچاقچیان سوخت، صنعتگران، استخراج کنندگان نفت و گاز و همچنین صیادان زیست بوم خلیج فارس در سواحل بوشهر را به آستانه یک فاجعه زیست محیطی رساندند. این سازمان همچنین افزود در نتیجه کوتاهی مسئولان و مردم، محیط زیست دریایی این استان در حال نابودی است. برآوردهای سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد سالانه حدود 5 میلیون لیتر سوخت در آب‌های خلیج فارس رها می‌شود. استقرار میدان‌های عمده نفتی و گازی دریایی، عبور خطوط انتقال نفت و گاز و فعالیت‌های پایانه‌های صادرات نفت و محصولات نفتی نیز باعث نشت گسترده مواد نفتی به درون آب‌های خلیج فارس در استان بوشهر می‌شود. از سوی دیگر توسعه و ساخت و سازها در سواحل این استان و خشک کردن دریا و خاکریزی در آن برای احداث تأسیسات صنعتی جدید نیز آسیب‌های جدی به خلیج فارس وارد کرده است. روزنامه شرق از تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون بر اثر خشکسالی خبر می‌دهد. در ماه‌های گذشته خبرهای بسیاری درباره بحران آب کشاورزی و آشامیدنی در روستاهای ایران و آبرسانی با تانکر به روستاها منتشر شده است. علی فراستی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در مطلبی در روزنامه شرق، خشک شدن 5 دریاچه، تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته، خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون، تأمین آب 5300 روستا به وسیله تانکر و گسترش کویر را از جمله اثرات خشکسالی و بحران کمبود آب ایران دانسته است. حمید رضا جانباز، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور، 11 تیر ماه خبر داده بود که آب حدود 6000 روستای ایران با تانکر تأمین می شود. بر اساس سرشماری سال 1390 خورشیدی، 28.5% جمعیت ایران در روستاها زندگی می کنند. علی فراستی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، با اشاره به طرح تبدیل کویرهای مرکزی ایران به دریاچه
از ارائه طرحی توسط شرکت آمریکایی دوتام خبر داده است. به نوشته آقای فراستی، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران سال 1384 گزارشی درباره این طرح ارائه کرده است. آقای فراستی با اشاره بررسی‌های ماهواره‌ای نوشته که به اعتقاد شرکت دوتام، خشک شدن دریاچه لوت ناشی از ایجاد ترک‌هایی است که در لایه‌های زیرین لوت و احتمالاً بر اثر زمین لرزه‌های شدید رخ داده است. بر اساس این نوشته، شرکت دوتامپ قادر است ترک‌های ایجاد شده را در مکان‌های مناسب ترمیم کند، به نحوی که آب به سطح لوت بازگردد. این نوشته یادآور شده که بر اساس بررسی‌های ماهواره‌ای مشخص شده که رودخانه‌ای در زیر کویر لوت در جریان است که آب کوه‌های اطراف کویر را به سمت دریای عمان هدایت می‌کند. آقای فراستی طرح شرکت دوتامپ را یک طرح گسترده برای حل مشکل آب و آبادانی ایران ذکر کرده و نوشته که این شرکت حاضر است با استفاده از سامانه فاینانس بین المللی همراه با تضمین اجرایی توسط بانک‌های سوئیس این طرح را اجرا کند. در سال‌های گذشته طرح‌های متعددی برای حل مشکل کمبود آب ایران مطرح شده است. فروردین ماه سال 1391 عملیات اجرایی طرح شیرینسازی و انتقال آب از دریای مازندران به حوزه فلات مرکزی ایران با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در منطقه گوهرباران ساری آغاز شد. زمان اجرای بخش اول این طرح 24 ماه تعیین شده بود، اما با سپری شدن این زمان هنوز گزارشی درباره اتمام بخش اول این پروژه منتشر نشده است. کمبود آب در ماه‌های گذشته باعث جیره‌بندی آب در برخی شهرهای ایران شده است. علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، 18 مرداد از تشکیل کارگروهی در وزارت نیرو و مجلس برای بررسی واردات آب از تاجیکستان خبر داده بود. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس با امضای 51 نماینده اعلام وصول شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس پس از اعلام وصول این طرح استیضاح گفت دولت تا 10 روز فرصت دارد که اطلاع دهد که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چه روزی آماده است که درباره این استیضاح در مجلس حضور یابد. روزنامه دولتی ایران روز 11 تیر ماه استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را تاوان افشای بورسیه‌های غیرقانونی خوانده بود. در همین حال حدود 200 نماینده از حسن روحانی برای حضور در جلسه غیرعلنی مجلس جهت توضیح درباره سخنانش دعوت کردند. روحانی روز دوشنبه منتقدانش را بزدل سیاسی خوانده بود و برخی نمایندگان مجلس این سخنان را کریه و زشت خواندند. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در مسائل مختلف از جمله مسئله هسته‌ای و بحران‌های منطقه اجماع داخلی بین مقامات کشور وجود دارد. به گزارش خبر آنلاین، علی لاریجانی به اهمیت زمان در مذاکرات 5+1 اشاره کرد و گفت در بحث مدت زمان نیز منطق ایران مشخص است. اگر 5+1 در مذاکرات جدی است، ایران هم که جدیت خود را نشان داده است، کلیت موضوع در زمان کوتاه‌تر قابل ساماندهی است. وی تصریح کرد اما اصرار آنها به طولانی شدن روند مذاکرات به نفع هیچ کس نیست. رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از سخنان خود هم با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد از نظر اقتصادی بعضی جاها وضعیت رو به پیشرفت است و در کل جهتگیری کشور به سمت اصلاح شرایط اقتصادی و وضعیت به هم ریخته گذشته در حال اصلاح است، لذا باید مراقبت کرد که دچار چالش‌های بلا وجه نشویم. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید طرح جدایی زنان و مردان در جامعه با تمسخر مواجه می شود. اجرای طرح جداسازی زنان و مردان که اخیراً با دستور محمد باقر قالیباف شهردار تهران در مجموعه تحت مدیریتش وارد فاز دیگری شد، در هفته های اخیر با اظهار نظرهای متفاوتی روبرو گردیده است.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری میگوید مخالفت با تفکیک جنسیتی مخالفت با احکام اسلام است. دانشمندان منصف غربی هم با اختلاط زیاد زن و مرد که در ایران رواج پیدا کرده مخالفند و طرح جدایی زنان و مردان در جامعه با تمسخر مواجه می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای منتظری گفت گاهی از زبان مسئولان شنیده می شود که ما با تفکیک جنسیتی مخالفیم، حالان که مخالفت با تفکیک جنسیتی میان زن و مرد نامحرم در حقیقت نوعی مخالفت با احکام اسلامی شناخته می شود. وی افزود، آیا آقایان روایات اسلامی را می بینند و چنین حرفی در مخالفت با تفکیک جنسیتی می زنند؟ اگر احکام دینی را نمی دانند، خوب است قبل از اظهار نظر از کارشناسان امور دینی سوال کنند. این مقام قضایی ایران در ادامه هم گفت متاسفانه اوضاع به نحوی شده است که اگر کسی حرفی بزند و مسئله حفظ حریم زن و مرد را مطرح کند یا بخواهد در این زمینه اقدامی انجام دهد مورد تهاجم یا تمسخر قرار می گیرد. وی گفت معلوم نیست چرا از اینکه ارزش‌های اسلامی را تبلیغ کنیم ابا داریم و خجالت می‌کشیم با سربلندی احکام اسلام را بیان کنیم. در حالی که روابط زن و مرد در دنیای کنونی هیچ حد و مرزی ندارد، دانشمندان، روانشناسان و عالمان علوم اجتماعی غربی که منصفند، با بررسی عوارض چنین ارتباطاتی تصریح می‌کنند که این حد از اختلاط میان زن و مرد روا نیست. منتظری گفت دیوان عدالت اداری نیز طی سالهای پیش نسبت به تفکیک محیط کاری زنان از مردان اقدام کرده و اقدام شهرداری را در این ارتباط ستودنی دانست. با سربلندی میگوییم چنین اقداماتی به منظور رعایت حدود اسلامی و حریم میان زن و مرد لازم است و این امکان را فراهم میکند که زنان در محیط کاری خود آزادتر باشند. به گفته این مقام قضایی ایران، اگر مخالفت با تفکیک جنسیتی مخالفت با احکام اسلام نیست، نامش چیست و چه اصراری است که برخی اشخاص این موضوع را در کلام و رسانه‌های خود مطرح کنند؟ منتظری در پایان هم گفت معنا ندارد که ما برای خوشامد غربی‌ها احکام اسلامی را تعطیل کنیم. مگر غرب از نظام جمهوری اسلامی خوشش می‌آید که از اجرای احکام اسلامی در آن راضی باشد؟ اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری نیز در ادامه سلسله سخنانی است که در هفته‌های اخیر در خصوص تفکیک جنسیتی بیان می‌شود. ماجرا از زمانی جنجالی شد که محمد باقر قالیباف شهردار تهران دستور تفکیک جنسیتی را در مجموعه تحت مدیریتش صادر کرد. اقدام قالیباف اگرچه با انتقادهایی از سوی مخالفان روبرو شده، اما از سوی چهره‌های تندروی محافظه‌کار با استقبال روبرو شده است. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه هفته گذشته این شهر، جداسازی زنان و مردان در شهرداری تهران را مهمتر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت اعلام کرد. دولت حسن روحانی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند که با تفکیک جنسیتی در محیط کار مخالفند. هرچند مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری از این اقدام حمایت کرده بود. اشرف غنی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس موافقتنامه‌ای که میان او و عبدالله عبدالله با میانجیگری آمریکا امضا شده به این معنی نیست که برنده انتخابات قدرت را کاملا با بازنده شریک کند. آقای احمدزی که در میان روزنامه‌نگاران خارجی در کابل صحبت می‌کرد گفت که او موافقتنامه تقسیم قدرت با آقای عبدالله را امضا نکرده و اضافه کرد که بر اساس این توافقنامه برنده انتخابات بازنده را بر اساس فرمان رئیس شورای اجرایی تعیین می‌کند و او مطابق دستور رئیس جمهوری وظایف خود را انجام می‌دهد. آقای احمدزی گفت قانون اساسی افغانستان نظام ریاستی را لازم می داند. بر اساس قانون رئیس جمهوری 20 صلاحیت مستقیم دارد و 21 مورد صلاحیت دیگر هم دارد. کسی که رئیس جمهوری می شود مطابق این صلاحیت ها پاسخگوست.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله روز جمعه گذشته در حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا توافقنامه‌ای را امضا کردند که اکنون دو طرف در مورد تفسیر آن اختلاف نظر دارند. شامگاه سه‌شنبه 12 آگوست یک مهاجم انتحاری یک ایست بازرسی در نزدیکی منظر حیدرالعبادی نخست وزیر جدید عراق را مورد حمله قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز یک منبع در پلیس عراق گفت مهاجم انتحاری خود را در ایست بازرسی خیابانی منفجر کرد که به منزل نخست وزیر منتهی می شود. تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی این انفجار انتحاری به دست نیامده است. از سوی دیگر بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل وضعیت ایزدی‌ها و دیگرانی را که از ترس داعش به کوهستان سنجار گریختند اسفناک توصیف کرد و خواستار اقدام بیشتر جامعه بین المللی برای حفاظت از آنها شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز میگوید حدود 35,000 نفر اکنون موفق شدند از کوهستان سنجار پایین بیایند و خود را به اقلیم کردستان عراق و مناطق زیر کنترل کردها در سوریه برسانند که نیاز به کمک دارند. همزمان با فرو ریختن کمک‌های آمریکا، فرانسه و بریتانیا برای هزاران نفری که هنوز در کوهستان سرگردانند و انتقال آنها نیز با هلیکوپتر روز سه‌شنبه میسر نیست، ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک هلیکوپتر پس از سوار کردن آوارگان و به هنگام بلند شدن از زمین در سنجار سقوط کرد که خلبان آن کشته و نماینده ایزدی‌ها و عده‌ای دیگر زخمی شدند. جمهوری اسلامی از انتخاب حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و خواستار یک پارچگی گروه‌های سیاسی عراق برای مقابله با تهدیدات کنونی علیه این کشور شد. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت جمهوری اسلامی از روند قانونی طی شده در خصوص انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می‌کند. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، مبنای انتخاب نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت در پارلمان ملی عراق چارچوب‌های قانونی پیشبینی شده در قانون اساسی عراق است و جمهوری اسلامی انتخاب حیدرالعبادی را به او، مراجع تقلید شیعه عراق و مردم و گروه‌های سیاسی این کشور تبریک می‌گوید. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی موفقیت‌های به دست آمده در تحقق انتخاب رؤسای سگانه عراق و طی شدن روند تکمیل مراحل تشکیل دولت جدید بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در قانون اساسی این کشور را به مردم، حکومت و مرجعیت عراق تبریک می‌گوید. در این بیانیه افزوده شده است اصول و مبانی مورد توجه و تأکید جمهوری اسلامی در خصوص تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت جدید عراق از ابتدا بر مؤلفه‌های قانون اساسی و قانون انتخابات، رهنمودهای مرجعیت عالی و توافق در همپیمانی ملی مبتنی بوده است. بر همین اساس از تعیین هرچه سریع‌تر اعضای کابینه توسط نخست وزیر و طی شدن مراحل اخذ رأی اعتماد در مجلس ملی عراق حمایت می کند. جمهوری اسلامی از حامیان اصلی دولت نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق محسوب می شود، چهره‌ای که به ویژه در ماه‌های اخیر به دنبال پیشروی نیروهای افراط‌گرای داعش در عراق هدف انتقادات شدید داخلی و بین المللی قرار گرفته است. آقای المالکی که ائتلاف او توانسته بود اکثریت پارلمان عراق را در اختیار بگیرد، تأکید کرده بود که از نامزدی برای پست نخست وزیری چشم پوشی نخواهد کرد. اما با بالا گرفتن بحران در عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق آقای حیدرالعبادی را مأمور تشکیل کابینه کرد، امری که اعتراض آقای مالکی را به دنبال داشت.
معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اواسط تیر ماه اعلام کرده بود که اگر پارلمان عراق چهره دیگری را برای نخست وزیری انتخاب کند، از او حمایت خواهد کرد. اکنون نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ضمن اعلام حمایت از آقای حیدرالعبادی میگوید شرایط حساس کشور عراق ایجاب میکند که گروه ها و ائتلاف های عراق به منظور حفظ منافع ملی و مقابله با تهدیدات خارجی متحد شوند. در رویدادی دیگر مرتبط با عراق، سایت نوری المالکی نخست وزیر عراق نوشته است که آقای المالکی در جلسه ای با افسران ارشد نیروهای مسلح و پلیس آنها را از مداخله در بحران سیاسی کشور برحذر داشته است. به گزارش خبرگزاری ها، نوری المالکی در این حال معرفی حیدرالعبادی را به نخست وزیری همچنان نقض قانون اساسی خوانده و گفته است که این موضوع باید در دستگاه قضایی حل شود. آقای المالکی پس از اختلاف با فؤاد معصوم رئیس جمهوری، یک شنبه شب به نیروهای امنیتی دستور داده بود در نقاط حساس بغداد مستقر شوند. و در خبری دیگر نیز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از رهبران عراق خواست تا دوباره اعتماد مردم کشورشان را به دست بیاورند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که در سیدنی در استرالیا سخن می گفت، افزود رهبران عراق باید عزم و اراده خود را در این راه نشان دهند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از حیدرالعبادی که روز دوشنبه به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی شد، خواست تا دولتی فراگیر را تشکیل دهد. گفتنی است انتخاب حیدرالعبادی مورد تایید و حمایت ایالات متحده آمریکا، عربستان و اتحادیه عرب نیز قرار گرفته است. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان معرفی حیدرالعبادی را به نخست وزیری عراق خبری خوش توصیف کرد. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به تلفات و ویرانی‌های ناشی از جنگ غزه گفت که با آتش بس موقت قادر به حل بحران غزه نخواهیم بود. به گزارش رویترز، بان کیمون با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد شرایط فعلی غزه ضمن ابراز خرسندی از تداوم آتش بس 3 روزه که امروز چهارشنبه پایان خواهد یافت، گفت امیدوار است این آتش بس موقت به یک صلح پایدار بینجامد. دبیرکل سازمان ملل همچنین وعده داد که مسئولین این سازمان بار دیگر در مشارکت با سایر نهادها و سازمانهای بین المللی ویرانی‌های ناشی از این تهاجم را بازسازی خواهند کرد. بان کی‌مون ادامه داد در صورتی که به ریشه‌های اصلی این درگیری‌ها توجه نشود، آتش بس موقت کمکی به حل این بحران نخواهد کرد و تردیدی ندارد که با از سرگیری دور تازه‌ای از خشونت‌ها، ویرانی‌ها و فجایع بیشتری روی خواهد داد. منابع خبری لیبی اعلام کردند که سرهنگ محمد السویسی، رئیس اداره امنیت شهر ترابلس در پایتخت لیبی ترور شد. تا کنون جزئیاتی درباره چگونگی ترور وی منتشر نشده است. این ترور در حالی اتفاق افتاده که همزمان مجلس لیبی طرح برگزاری انتخابات نخست وزیر این کشور را با اکثریت آرا و کسب 141 رأی موافق تصویب کرد. درگیری گروه‌های مسلح با یکدیگر در ترابلس پایتخت لیبی برای تسلط بر فرودگاه این شهر از 13 ژوئیه 2014 آغاز شده که بر اثر این درگیری‌ها تاکنون ده‌ها نفر کشته یا زخمی شده و مراکز مختلف دولتی نیز آسیب دیدند. سازمان ملل نیز ادامه خشونت‌ها در لیبی را به شدت محکوم کرد و بار دیگر خواستار خودداری طرفین از ادامه خشونت‌ها و همکاری با تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش بس در این کشور شد. حزب عدالت و توسعه در ترکیه اعلام کرده در تاریخ 27 اوت کنگره فوق‌العاده‌ای را به منظور انتخاب رهبر و نخست وزیر جدید برگزار خواهد کرد
همزمان دو روز پیش عبدالله گل رئیس جمهوری کنونی از تمایلش برای حضور دوباره در حزب عدالت و توسعه سخن گفت. از همون فرای انتخاب آقای اردوغان به مقام ریاست جمهوری بلافاصله نخستین رایزنی ها برای تعیین وضعیت به آینده رهبری حزب عدالت و توسعه آغاز شد. موضوع تنها انتخاب رهبر جدید این حزب نیست. حالا از اونجایی که حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمان رو در اختیار داره میبایست که نخست وزیر جدید رو هم معرفی بکنه. از ماها قبل همین موضوع مهمترین چالش این حزب بود که اگر آقای اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب بشن، تکلیف پست نخست وزیری و همینطور رهبری حزب عدالت و توسعه چه خواهد شد. حالا اما بلافاصله پس از پیروزی آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، آقای حسین چیلک سخنگوی این حزب اعلام کرده که حزبش روز 27 اوت یعنی یک روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای عبدالله گل کنگره فوق‌العاده تشکیل خواهد داد و در این جلسه نخست وزیر جدید و جایگزین آقای اردوغان و رهبر جدید این حزب معرفی خواهد شد. پیشتر صحبت‌ها و البته تمایل خود حزب عدالت و توسعه دعوت از آقای عبدالله گل پس از پایان دوران ریاست جمهوریش برای قبول رهبری این حزب و حتی پست نخست وزیری بود، به نوعی همون مدل پوتین مدودف روسی، موضوعی که اون موقع یادمون هست آقای گل با اون مخالفت کرده بود. اما اینکه حالا یک روز پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای عبدالله گل حزب عدالت و توسعه کنگره فوق‌العاده برگزار می‌کنه، جای ابهام و پرسش زیادی برای بسیاری باقی گذاشته. برخی از کارشناسان اینطور تحلیل می‌کنند که آیا انتخاب روز 27 اوت به این دلیل هستش که آقای عبدالله گل در مقام ریاست جمهور نتونه در جلسه این حزب شرکت بکنه و کاندید بشه. این البته یک حدس هستش، اما اینکه چه فعل و انفعالی در طی یکی دو ماه گذشته در این حزب رخ داده که به باور برخی صاحب نظران تعدادی از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه چندان تمایلی به حضور آقای عبدالله گل در این حزب ندارن، هنوز مشخص نیست و هنوز این البته موضوعات همونطور که گفتیم در حد حدس و گمان هستش. اما اگه خاطرمون باشه همین دو ماه پیش بود که اعضای ارشد این حزب صریحا ابراز تمایل کرده بودن که آقای گل پس از پایان دوران ریاست جمهوریش رهبری این حزب رو بپذیره، ابراز تمایلی که اون موقع با پاسخ روشنی از سوی آقای عبدالله گل روبرو نشد. اما در این هفته نهایتا خود آقای عبدالله گل هم اعلام کرده که دوست داره به حزب عدالت و توسعه برگرده. حالا روز 28 اوت آقای اردوغان به کاخ چانکایا میره و در مقام رئیس جمهور جدید ترکیه ایفای نقش خواهد کرد. یک روز قبل از اون هم کنگره فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه برای انتخاب نخست وزیر جدید برگزار میشه. فردا هم اشاره بکنیم در همین راستا آقای اردوغان جلسه بسیار مهمی رو با رؤسای استانی حزب عدالت و توسعه خواهند داشت و روز جمعه جلسه دیگه‌ای رو با نمایندگان این حزب در پارلمان و در این دو جلسه به واقع آقای اردوغان به شور و مشورت با همحزبی‌های خودش برای انتخاب نخست وزیر جدید خواهد پرداخت. البته ناگفته نمونه که خود آقای عبدالله گل هم در واقع از بانیان حزب عدالت و توسعه بودن و هواداران زیادی هنوز در میان این حزب داره. با این همه حتی اگر این مسائل و اختلافاتی که برخی ازش نام میبرن در میان نباشه، آقای عبدالله گل برای رسیدن به مقام نخست وزیری میبایست ابتدا به عنوان نماینده وارد پارلمان بشه که خب با شرایط کنونی و پیش از انتخابات پارلمانی سال 2015 طی کردن این مسیر خودش یک پروسه دیگه هستش. بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرد از رأی دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت مطلع است، اما نمیتواند درباره آن چیزی بگوید. آقای زنگنه در جمع خبرنگاران این مطلب را بیان کرده و گفت من مرجع اطلاع رسانی در این مورد نیستم و نمیتوانم چیزی بگویم. شرکت دانا گاز به عنوان شرکت مادر کرسنت پترولیوم چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد دادگاه لاهه در این پرونده به نفع این شرکت رأی صادر کرده است. کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که سال 1381 در زمان تصدی بیژن زنگنه بر وزارت نفت منعقد شد. انتقال روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز از میدان سلمان به امارات مهمترین موضوع این قرارداد بود که چند سال بعد
از سوی محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو شد. در پی لغو این قرارداد شرکت اماراتی هم به دادگاه لاهه شکایت کرد که در نهایت منجر به صدور رأی این دادگاه به ضرر جمهوری اسلامی گردید. حسام الدین آشنا نماینده رئیس جمهور در ستاد راهیان نور گفت بر اساس آمار سالانه اعتباری بالغ بر 400 تا 500 میلیارد تومان در بودجه استانی و ملی برای اردوی راهیان نور در سطح کشور هزینه می شود. به گزارش روزنامه شرق، حسام الدین آشنا ضمن ارائه آمار مربوط به اعتبار سالیانه اردوی راهیان نور گفت امروز بر همگان ثابت شده که این حرکت نیاز دینی و فرهنگی جامعه ما بوده و باید با جدیت و گستردگی بیشتری دنبال شود. اردوی راهیان نور از سوی وزارت آموزش و پرورش و بسیج به طور مشترک برگزار می شود و مقصد آن مناطقی در غرب ایران است که بین سالهای 1359 تا 1367 خورشیدی صحنه جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده است. لازم به توضیح است که اجرای این طرح تاکنون چندین سانحه و تصادف جاده‌ای به دنبال داشته که به مرگ ده‌ها دانش آموز ایرانی انجامیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد دوباره از سیاست‌های دولت احمدی نژاد گفت که دولت وی پایه پولی را تا 80% افزایش داد. پایه پولی که از آن به عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود، پولی است که مستقیما توسط بانک مرکزی چاپ می شود و در ستون بدهی های بانک مرکزی ثبت می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روحانی در همایش اقتصادی تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام کرد که در دولت قبلی 40,000 میلیارد تومان از دارایی های بانک مرکزی که من حس می کنم کمتر دستی است که به سمت این کیسه رفته باشد و نسوخته باشد از بانک مسکن گرفتند و مسکن مر ساختند. بیش از 80% پایه پولی ما را افزایش دادند. آثار آن چه شد؟ آثار این کار تورم بالای 30% و 40% بود که به دنبال داشت. حسن روحانی افزود که اگر دست ما بی محابا در کیسه بانک مرکزی باشد و هر آن که تصمیم گرفتیم به رئیس بانک مرکزی دستور دهیم تا از پایه پولی و افزایش آن استفاده کند و مشکلات مالی را در هر کجا که می‌خواهیم تأمین کند، آن روزش روز قشنگی است، اما فردایش سیاه خواهد بود. آقای روحانی در ادامه گفت که در بخش اقتصادی ما با یک رکود تورمی بی سابقه در کشور مواجه بودیم و هستیم. یعنی اگر آمار و ارقام اقتصادی را از سال 1338 در نظر بگیریم که آمار رسمی بانک مرکزی از آن سال است و تا امروز به استثنای سالهای اولی انقلاب مثل سال 57 تا 60، از آن سالهای اولی انقلاب بگذاریم، هیچ زمانی شرایطی مثل 91 و 92 را نداشتیم و رکودی که دو سال پشت سر هم ادامه پیدا کرد و رشد اقتصادی ما در 91 منهای 6.8 و رشد اقتصادی ما در سال 92 منهای 1.1 بود. به گفته آقای روحانی از سال 85 تا 90 دلارهای نفتی فراوانی دولت در اختیار داشت و آن را بی حساب به بازار سرازیر کرد. آقای روحانی افزود که دلارهای نفتی فراوان و سیل واردات باعث کاهش تولید شد، به طوری که کم کم ظرف چند سال 2,000 واحد تولیدی تعطیل شد، 500,000 نفر در بخش صنعت ظرف چند سال بیکار شدند. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ایران، پایه پولی در سال 1384 زمانی که محمود احمدی نژاد سکان دستگاه اجرایی را در دست گرفت حدود 22,000 میلیارد تومان بود که در سال گذشته با افزایشی 5 برابری به بالای 115,000 میلیارد تومان رسید. به عبارتی پایه پولی 80% افزایش یافت. این رقم در سال 77 کمی بیش از
6000 میلیارد تومان بود. نقدینگی نیز در سال 84 حدود 92 هزار میلیارد تومان بود که در سال گذشته به بالای 560 هزار میلیارد تومان رسید. قبلا نیز دولت روحانی از چاپ بیرویه اسکناس توسط بانک مرکزی و تزریق به جامعه انتقاد کرده بود. با این حال آمارهای بانک مرکزی تا خرداد 93 نشان می‌دهد که پایه پولی برای اولین بار در دو دهه گذشته منفی شده است. پایه پولی در خرداد ماه سال جاری 2.3% کاهش یافته است. خبرگزاری مهر بهمن ماه پارسال از حول پیمان قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گزارش داد که 43% از افزایش پایه پولی ایران در دوران احمدی نژاد به خاطر طرح مسکن مهر بوده است و این اقدام در افزایش تورم تا 18% نقش داشته است. تورم نقطه به نقطه در خرداد پارسال به رقم چشمگیر 45% رسیده بود. با این خبر به پایان گزارش‌های این ساعت می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان شما را به پروردگار بزرگ می‌سپاریم.